ریشه های فساد به صورت قانونی و اصولی و با شفافیت خشکونده بشه. الان واقعا شرم‌آوره برام واقعا وقتی میدم که مثلا مجلسمون اینقدر تایم ازش گذشته و هنوز به هر بهانه‌ای شفافیت رد میکنه. دلیلش هم به شما میگم چیه. حقیقتش اینه که آقای قالیباف میدونه نماینده های شهرستان ها رای نخواهند داد به شفافیت. شما دیدید که یک روحانی هم اومد در تلویزیون که از مخالفان این نوع شفافیت بود، میگفت این گروه فشار تقویت میکنه. منظورش از گروه فشار این آدم، منظورش مردم بودن. اینا نمیخوان به مردم پاسخگو باشن، پاسخگوی بدشون میاد. و میدونه قالیباف اگر این بیاد توی صحن و رای نیاره آبروش رفته، آبروی مجلس رفته. برای همین هی دارن برای زنی میکنن و پشت سر با این نماینده ها صحبت میکنن و نمیدونم چه و چه و چه و فلان اینها، که در واقع مطمئن بشن زمان اینو بیارنش توی صحن. اینا یک ماه بیشتر الان تو دستور کار روزانه مجلس و اینکه نمیاد اینو میترسن واقعا، میگم میاد رأی نمیاد آبروی سیاستمون میره. و یه جریانهایی هم در جریان رسانه وقتی میام کار بلد نیستن، خرابکاری میکنن، همینه. توی این تحریه هم که نوشته شده بود در واقع نکته بود که اون دغدغه نماینده های شهرستان مثلا لحاظ شده بود، خب منتها نه اینجوری که به شفافیت ضربه بزنه، نه، اما انقدر فشار در واقع غلطه در واقع رسانه یه دی آوردن که نه این چه، این چه بند، این بند باید حذف بشه، نمیدونم فلان بشه، مثلا اصلش رفت زیر سوال. میبینید این حقیقتا اینه. من یکی از عزیزان که در جمع‌آوری امضا نقش داشت میگفت من وقتی میرفتم امضا میگرفتم، میگفت تک تک اینا، حالا اسم نمیبرم اون نماینده کجا بود، برای خود من میگفت، میگفت هر کدومش میخواستم امضا کنم، گفت ببین من امضا میکنم اما این بند باشه من رأی نمیدم. اون کی میگفت این تبصره باشه من رأی نمیدم. میگه من نگاه کردم شیر بیال و دوم و اشکمه. خب راهکارش هم اینه که به نظر من ما به نماینده های شهر خودمون ازشون بخوایم فشار که نگم فشار بیاریم، چون واقعیتش اینه که ما فشار باید بیاریم، یعنی مطالبه کنیم ازشون بخوایم. ببین بالاخره تو حروم اون رأی که ما بهت دادیم، ما به تو رأی دادیم که نماینده ما باشیم، ما میخوایم نمایندمون اینجوری باشه و به تو چه، ما میخوایم نمایندمون اینطور باشه. اونم این که این نامه شفافیت داوطلبانه رو بر امضا کنه. هر کسی امضا نکنه دور بعد رأی نخواهیم داد، این عدسون برمیاد. و تا جایی هم که میتونیم باید تو رسانه بهش فشار بیاریم. یعنی آب رئیسیتی همچنین کسی کذاب دروغگو از نظر من، کسی که این کار انجام میده دروغ گفته دیگه، حالا بعد شفافیت دادن اومدن الان زدن زیرش. اون نامه هم داوطلبانه از مجلس خواسته که آرایشون رو در اختیار عموم مردم قرار بده. خب خیلی خوبه، اگه کسی اون امضا نکرد یعنی شفاف نیست و دور بعد امکان نداره رأی بیاره. و تو این دو سال هم که حالا چه میدونم دو سال چقدر دیگه مونده تا انتخابات مجلس، فکر نکنن خیالشون راحت، شما اینا رها نخواهیم کرد. بنده سال 94 بود یا کی بود راجع به شفافیت صحبت کردم، عمرمو گذاشتم برای این، من از عمر خودم نخواهم گذاشت. این که عرض میکنم که من این تسبیح اصلاح نظام رو دونه اولش شفافیت میبینم، به خاطر اینه که خدمت شما عرض بکنم خیلی فکر کردم همه جا از مجلس و بعد از مجلس بقیه نهادها همه باید شفاف بشن، همه از نهادهای خدمت شما عرض بکنم دولتی، قوه قضاییه، ستاد اجرایی، بنیاد مستضعفان، همه جا همه باید شفاف بشن. کسی که پاکه واقعا چه باکی از محاسبه داره، بیاد بگرید هر چقدر دوست دارید بگرید. الحمدلله یه سری از مسئولین که حالا لطف دارن و رفاقتی هم ما باشون داریم، دوستی هم باشون داریم، همیشه تو جلساتی که ما باشون داشتیم وقتی از من پرسن نظرت چیه، من گفتم شفافیت. و من امروز دارم میبینم که اینا خودشون داوطلبانه مثل شهردار محترم کرمان، مثل سید میاد صالحی مسئول راهن جمهوری اسلامی، مدیر عامل راهن، خودشون داوطلبانه شروع کردن این سری کارا رو انجام دادن. دیروز من با خبر شدم شهرداری سبزوارم اومده داره این کارو انجام میده، همینطور بعدش شهرداری یزد. و خب این خیلی اتفاق خوبیه. میبینید این اون جوشش است. حالا این طرف هم باید کوششی شکل بگیره، باید حمایت بشن. و شما داره میبینید همین امروز اگه نگاه کنید میبینید شهردار کرمانه که بر مردم تبدیل شده به قهرمان. عاقل اصلا ول کنید، نمیخواد قهرمان باشه تو شهرتون ها، نمیخواد مردم حال کنن بگن این آدم سالمیه، یعنی حتی اینم نمیخواد باشید. من دیگه چی عرض کنم، والله دین نخواستیم تو داشته باشی، که اگه تو دین می‌داشتی دم از انقلابی گری می‌زنی
دین می‌داشتی می‌دیدی امیرالمومنین داره اینو می‌فرماد. وقتی امیرالمومنین چیزی می‌فرماد دیگه جای سوال داره برای آدم متدین به این نفر که ادعای شیعه امیرالمومنین داره. و از سمت دیگه بابا شما که هر دفعه هر اتفاقی میفته پشت سر اسم رهبر انقلاب قایم میشید، بابا ایشون هم که تاکید کرد رو بحث شفافیت، بابا دیگه خدا وکیلی بابا عصر حجر که نیستش، مردم دارن میخونن حرفاتونو میشنون، بابا شرافت داشته باشید.